أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ستایش مخصوص خداوندی است آفریننده آسمانها و زمین که فرشتگان را رسولانی قرار داد دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه. او هرچه بخواهد در آفرینش می افزاید و او بر هر چیزی تواناست. هر رحمتی را خدا به روی مردم بگشاید کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد و هرچه را امساک کند کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست و او عزیز و حکیم است. مردم، به یاد آورید نعمت خدا را بر شما. آیا آفریننده ای جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست. با این حال چگونه به سوی باطل منحرف می شوید؟ اگر تو را تکذیب کنند غم مخور، موضوع تازه ای نیست. پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند و همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. ای مردم، وعده خداوند حق است. مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به کرم خدا مغرور سازد. قطعه شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانید. او فقط حزبش را به این دعوت می کند که اهل آتش سوزان جهنم باشند. کسانی که راه کفر پیش گرفتند برای آنان عذابی سخت است و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست. آیا کسی که عمل بدش برای او آراسته شده و آن را خوب و زیبا می‌بیند همانند کسی است که واقع را آنچنان که هست می‌یابد؟ خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند. پس جانت به خاطر شدت تأسف بر آنان از دست نرود. خداوند به آنچه انجام می دهند داناست. خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورند. سپس ما این ابرها را به سوی زمین مرده ای راندیم و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده می کنیم. رستاخیز نیز همین گونه است. کسی که خواهان عزت است باید از خدا بخواهد، چرا که تمام عزت برای خداست. سخنان پاکیزه به سوی او صعود می کند و عمل صالح را بالا می برد و آنها که نقشه های بد می کشند عذاب سختی برای آنهاست و مکر آنان نابود می شود. خداوند شما را از خاکی آفرید، سپس از نطفه ای، سپس شما را به صورت زوجهایی قرار داد. هیچ جنس ماده ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم او و هیچ کس عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمی شود مگر اینکه در کتاب علم خداوند ثبت است. اینها همه برای خداوند آسان است. دو دریا یکسان نیستند. این یکی دریایی است که آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است و آن یکی شور و تلخ و گلوگیر. اما از هر دو گوشتی تازه می‌خورید و وسایل زینتی استخراج کرده می‌پوشید و کشتی‌ها را در آن می‌بینی که آبها را می شکافند
و به سوی مقصد پیش می روند تا از فضل خداوند بهره گیرید و شاید شکر به جا آورید. او شب را در روز داخل می کند و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخر شما کرده، هر یک تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهد. این است خداوند پروردگار شما، حاکمیت در سراسر عالم از آن اوست و کسانی را که جز او می خوانید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند. اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی گویند و روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر می شوند و هیچ کس مانند خداوند آگاه و خبیر تو را از حقایق با خبر نمی سازد. ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. اگر بخواهد شما را می برد و خلق جدیدی می آورد، و این برای خداوند مشکل نیست. هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد و اگر شخص سنگین باری دیگری را برای حمل گناه خود بخواند، چیزی از آن را بردوش نخواهد گرفت، هرچند از نزدیکان او باشد. تو فقط کسانی را بیم می دهی که از پروردگار خود در پنهانی می ترسند و نماز را برپا می دارند و هر کس پاکی و تقوا پیشه کند نتیجه آن به خودش باز می گردد و بازگشت همگان به سوی خداست. نابینا و بینا هرگز برابر نیستند و ظلمت‌ها و روشنایی و سایه آرام بخش و باد داغ و سوزان، هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند. خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد می رساند و تو نمی توانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته اند برسانی. تو فقط انذار کننده ای. ما تو را به حق برای بشارت و انذار فرستادیم و هر امتی در گذشته انذار کننده ای داشته است. اگر تو را تکذیب کنند عجب نیست، کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران خود را تکذیب کردند. آنها با دلایل روشن و کتابهای پند و موعظه و کتب آسمانی روشنگر مشتمل بر معارف و احکام به سراغ آنان آمدند، اما کور دلان ایمان نیاوردند. سپس من کافران را بعد از اتمام حجت گرفتم و سخت مجازات کردم. مجازات من نسبت به آنان چگونه بود؟ آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد که به وسیله آن میوه‌های رنگارنگ از زمین خارج ساختیم و از کوه‌ها نیز به لطف پروردگار جاده‌هایی آفریده شده سفید و سرخ و به رنگ‌های مختلف و گاه به رنگ کاملاً سیاه، و از انسان‌ها و جنبندگان و چهار پایان انواعی با رنگ‌های مختلف؟ آری حقیقت چنین است. از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسند. خداوند توانا و آمرزنده است. کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند، تجارتی پرسود و بیزیان و خالی از کساد را امید دارند. آنها این اعمال صالح را انجام می دهند تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید، که او آمرزنده و شکرگزار است.
و آنچه از کتاب به تو وحی کردیم حق است و تصدیق کننده و هماهنگ با کتب پیش از آن. خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست. سپس این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم، اما از میان آنها عده‌ای بر خود ستم کردند و عده‌ای میان رو بودند و گروهی به اذن خدا در نیکی‌ها پیشی گرفتند و این همان فضیلت بزرگ است. پاداش آنان باغ‌های جاویدان بهشت است که در آن وارد می‌شوند، در حالی که با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته‌اند و لباسشان در آنجا حریر است. آنها می‌گویند حمد برای خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت. پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است. همان کسی که با فضل خود ما را در این سرای اقامت جای داد که نه در آن رنجی به ما میرسد و نه سستی و واماندگی. و کسانی که کافر شدند آتش دوزخ برای آنهاست. هرگز فرمان مرگشان صادر نمی شود تا بمیرند و نه چیزی از عذابش از آنان تخفیف داده می شود. این گونه هر کفران کننده ای را کیفر می دهیم. آنها در دوزخ فریاد می زنند: پروردگارا ما را خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم غیر از آنچه انجام می دادیم. در پاسخ به آنان گفته می شود: آیا شما را به اندازه ای که هر کس اهل تذکر است در آن متذکر می شود عمر ندادیم و انذار کننده به سراغ شما نیامد؟ اکنون بچشید که برای ظالمان هیچ یاوری نیست. خداوند از غیب آسمان ها و زمین آگاه است و آنچه را در درون دل هاست می داند. اوست که شما را جانشینانی در زمین قرار داد. هر کس کافر شود کفر او به زیان خودش خواهد بود و کافران را کفرشان جز خشم و غضب در نزد پروردگار چیزی نمی افزاید و نیز کفرشان جز زیان و خسران چیزی بر آنها اضافه نمی کند. بگو به من خبر دهید این معبودانی را که جز خدا می خوانید چه چیزی از زمین را آفریده اند؟ یا اینکه شرکتی در آفرینش و مالکیت آسمان ها دارند؟ یا به آنان کتابی آسمانی داده ایم و دلیلی از آن برای شرک خود دارند؟ نه، هیچ یک از اینها نیست. ظالمان فقط وعده های دروغین به یکدیگر می دهند. خداوند آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند و هرگاه منحرف گردند کسی جز او نمی تواند آنها را نگاه دارد. او بردبار و آمرزنده است. آنان با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیامبری انذار کننده به سراغشان آید هدایت یافته ترین امتها خواهند بود، اما چون پیامبری برای آنان آمد جز فرار و فاصله گرفتن از حق چیزی بر آنها نیفزود. اینها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ های بدشان بود، اما این نیرنگ ها تنها دامان صاحبانش را می گیرد. آیا آنها چیزی جز سنت پیشینیان را انتظار دارند؟ هرگز برای سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت و هرگز برای سنت الهی تغییری نمی یابی. آیا آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ همانها که از اینان قوی تر بودند. نه چیزی در آسمانها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت. او دانا و تواناست.
اگر خداوند مردم را به سبب کارهایی که انجام داده اند مجازات کند، جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت، ولی به لطفش آنها را تا سرآمد معینی تأخیر می اندازد. اما هنگامی که اجل آنان فرا رسد، خداوند هر کس را به مقتضای عملش جزا می دهد. او نسبت به بندگانش بیناست و از اعمال و نیات همه آگاه است.